در ادامه سفر حسن روحانی به پاریس وی روز پنج شنبه هشت بهمن در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با فرانس و اولاند همتای فرانسوی خود شرکت کرد و گفت ما خواهان حل اختلافات از جمله تنش ایران و عربستان از راه منطق و مذاکره هستیم وی تصریح کرد تهران و پاریس در زمینه یافتن ریشه های تروریسم و مبارزه با آن نقط نظرات مشترکی دارند. آقای روحانی همچنین در مصاحبه با تلویزیون فرانس 24 در خصوص روابط تهران و ریاض هم گفت بازگشت مناسبات دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی یک اولویت است ولی این به عهده ریاض است که ابتکار عمل نشان دهد. وی تصریح کرد حرکت عربستان سعودی در قطع مناسبات دیپلماتیک متناسب با رویدادها نبود و این پادشاهی حوزه خلیج فارس در حال به هم زدن قاعده بازی می باشد. آنچه قطعی است این است که کشوری که روابط ما را به هم زده خود باید در صدد اعاده این روابط برایت. با این حال آقای روحانی از مداخلات مکرر جمهوری اسلامی در امور پادشاهی سعودی و تحریک شیعیان این کشور به شورش و آموزش های نظامی طلبه های شیعه سعودی و حملات گستردهی که علیه این کشور بعد از اعدام تروریست های داعش و القاعده و متمردین شیعه صورت گرفت یاد نکرد و توضیح نداد چرا سعودی ناچار به قطع روابط خود با جمهوری اسلامی شد. آقای روحانی با اشاره به دستگیری چند حزب اللهی گفت ما حمله به سفارت عربستان را محکوم و متخلفان را دستگیر کرده ایم آنها در زندان هستند آقای روحانی همچنین درباره روابط ایران و آمریکا گفت ما خواستار تنش با آمریکاییان نیستیم و دو کشور راه طولانی در پیش دارند ولی مشکلات کشورهایمان پایدار نخواهد ماند آقای روحانی در ادامه کنفرانس خبری مشترک با همتای فرانسوی خود همچنین اعلام کرد ایران در زمینه محیط زیست در کنار فرانسه و دیگر کشورهای دنیا مایل به همکاری است وی درباره برجام هم گفت ایران تا زمانی که طرفهای توافق به تعهداتشان متعهد بمانند به تمام تعهدات خود بر مبنای برجام و زمائم آن پایبند خواهد بود آقای روحانی به مسائل منطقه‌ای که در مذاکراتش با اولاند مورد بحث قرار گرفت اشاره کرد و گفت ایران و فرانسه معتقدند که باید همه تلاش ها برای حفظ صبات و امنیت کامل لبنان به کار گرفته شود و تهران در راستای این هدف با فرانسه همکاری می کند. وی در این کنفرانس خبری به بحران سوریه هم اشاره و تاکید کرد همه ما وظیفه داریم به مردم سوریه کمک کنیم تا در یک فضای مناسب خودشان برای آینده تصمیم بگیرند درباره عراق نیز اصل وحدت و انسجام عراق است و ما باید به مردم عراق کمک کنیم تا تروریست ها را از کشورشان بیرون برانند رئیس جمهوری ایران بدون نام بردن از بشار اسد گفت مشکل امروز سوریه این یا آن فرد نیست بلکه تروریسم و داعش است و کسانی که از داعش نفت میخرند به آنها سلاح میفروشند و از این گروه تروریستی حمایت سیاسی می کنند. این عده باید متوجه باشند که حقوق بشر و حقوق ملت ها را زیر پا می گذارند. گفتنی است که رژیم دمشق بنا به های تایید شده از سوی آمریکا بزرگترین مشتری نفت در مناطق تحت کنترل داعش است در این حال تردیدی وجود ندارد که رژیم اسد در سوریه و دولت نخست وزیر سابق عراق نوری مالکی مهمترین عاملان گسترش نفوذ داعش و سلطه یافتن آنها بر بخش های بزرگی از خاک عراق و سوریه بودند آقای روحانی به موضوع حقوق بشر هم اشاره کرد و گفت حقوق بشر از مسائل بسیار مهم نزد جمهوری اسلامی ایران است و مطلوب ما آن است که همه مردم دنیا چه مهاجر و چه شهروندان کشورها از حقوق برابر برخوردار باشند فرانس و اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز در ادامه این نشست خبری با اظهار خوشحالی از سفر رئیس جمهور ایران به فرانسه مذاکرات و توافق به دست آمده را بسیار مثبت و سازنده توصیف کرد و گفت تحکیم روابط تهران و پاریس به نفع دو ملت منطقه و جهان است رئیس جمهوری فرانسه گفت در جریان سفر دکتر روحانی توافقات خوبی بین دو دولت و شرکت های خصوصی دو کشور حاصل شد که فرانسه برای عملیاتی کردن همه آنها احتمام ویژه دارد. وی تصریح کرد در دیدار با آقای روحانی به او یادآوری کرده است که فرانسه به حقوق بشر و آزادی‌ها تعلق خاطر دارد و این حقوق را برای همه کشورها و همه مناطق جهان دارای اعتبار می‌داند. رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از انجام سفر رسمی به کشورهای ایتالیا و فرانسه بامداد روز جمعه نه بهمن با استقبال معاون اول مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین المللی علی اکبر ولایتی و وزیر دادگستری مصطفی پور محمدی یکی از طراحان قتلهای زنجیری وارد فرودگاه مهرآباد شد. در حالی که قرار است مذاکرات صلح سوریه امروز جمعه نهم بهمن در جنب سوئیس برگزار شود اما هنوز در مورد گروه های مخالفی که در این مذاکرات شرکت خواهند کرد ابهاماتی وجود دارد حسن عبدالعظیم از چهره های بانفوز مخالف دولت سوریه گفته است که بسیاری از گروه های مخالف برای شرکت در مذاکرات به ژنو سفر کردند این در حالی است که پیشتر برخی از گروه های مخالف تهدید کردند که تا زمان دستیابی به توافقی مبنی بر متوقف شدن بمباران غیرنظامیان در این مذاکرات شرکت نمی کنند. استفان دمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه در پیامی ویدیویی به مردم سوریه گفته است نباید اجازه داده شود که این مذاکرات شکست بخورد وی تصریح کرده مذاکرات ژنو شاید آخرین فرصت برای برقراری صلح در این کشور باشد وی تصریح کرده اکنون زمان آن است که صدای همه کسانی که در این مذاکرات شرکت می کنند را بشنویم که میگویند این مذاکرات فرصتی است که نباید از دست داد یک سخنگوی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نیز روز پنجشنبه گفته است که مذاکرات صلح سوریه در ژنو به تعویق نخواهد افتاد ریاض حجاب رئیس هیئت مذاکره کننده مخالفان سوری با امداد روز جمعه نه بهمن در جواب دمیستورا که در آن خطاب به مخالفان گفته است شما حق دارید که بر تطبیق بندهای 13 و 14 از قطنامی شماره 2254 شورای امنیت اصرار کنید گفت این حق طبیعی مردم سوریه است درست است اما نه من و نه مخالفان سوری می توانند این قطنامه را عملی یا تطبیق کنند این شورای امنیت است که ابزار تطبیق این قطنامه را باید فراهم کند آقای هجاب با تاکید بر اینکه اصل مذاکرات میان سوری هاست نسبت به دخالت روس ها در تحمیل بندهایی برای حذف عده از مخالفان اعتراض کرده و آن را غیر قابل قبول دانسته است آقای هجاب با اشاره به محتوای پیام دیمیستورا در پایان گفت مشارکت مخالفان سوری منوط بر متوقف شدن بمباران مناطق مسکونی و شکستن محاصره از مناطق محاصره شده مخالفان است و ای ابراز امیدواری کرد که روز جمعه در ژنو با دیمیستورا از نزدیک ملاقات کند و این مطالب را با وی در میان بگذارد ریاض هجاب تاکید کرد که مخالفان سوریه به ژنو خواهند رفت اما شرکت مخالفان در مذاکره به قبول و زمانت تطبیق نامه شورای امنیت که در آن بر متوقف شدن بمباران ها و پایان دادن به محاصره شهر تأکید کرده بستگی دارد آخرین بار در فوریه سال 2014 بود که مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در سوریه پس از دو دور بدون دستیابی به نتیجه پایان یافت. سازمان ملل دولت سوریه را به این دلیل که حاضر نشد درباره خاصی مخالفان برای کنارگیری بشار اسد از قدرت مذاکره کند در شکست این گفتگوها مقصر دانست. در مذاکرات جاری گروه های شرکت کننده در اتاقهای جداگانه حضور خواهند داشت و مذاکرات با میانجیگری مقامات سازمان ملل انجام خواهد شد انتظار می که این مذاکرات تا شش ماه ادامه یابد برقراری قراری آتش بس، ارسال کمک های بشر دوستانه و مقابله با تهدیدات داعش از جمله اولویت های فوری در این مذاکرات است اما هدف نهایی برقراری قراری صلح است که شامل ایجاد دوره انتقالی و برگزاری انتخابات در سوریه است با ما رئیس جمهوری آمریکا از تیم امنیت ملی خود خواسته است تا به تلاش برای حمایت از اقدامات ضد تروریستی علیه داعش در لیبی و هر کشور دیگری که این گروه ممکن است در آن حضور پیدا کند ادامه دهند بیانیه کاخ سفید در این باره روز پنجشنبه هشتم بهمن ماه و پس از دیدار اعضای شورای امنیت ملی با رئیس جمهوری آمریکا انتشار یافت یک روز پیش از این دیدار اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در یک نشست خبری گفته بود گروه حکومت اسلامی دست به ایجاد پایگاه های آموزشی در لیبی زده و در حال جذب پیکارجویان خارجی است شبیه آنچه در سالهای گذشته در سوریه و عراق انجام داد به گزارش خبرگزاری فرانسه نگرانی ها در مورد لیبی سبب شده تا اوباما با شورای امنیت ملی خود دیدار و گفتگو کند روز چهارشنبه هفتم بهمن ماه پیتر کوک سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گفت این کشور در حال حاضر هم شماری کوچک از پرسنل نظامی خود را به لیبی فرستاده تا با گروه های محلی تعامل کرده و متوجه شوند دقیقا چه اتفاقی در حال افتادن است. به گزارش هفتهنامه نیوزویک بحران و هرج هر مرج فعلی در لیبی سبب شده تا توان جامعه جهانی برای همکاری با اتحاد شکننده گروه های مسلحی که زمانی علیه معمر قذافی جنگیدند کاسته شود لیبی از سال 2011 میلادی و در پی سرنگونی دیکتاتور پیشین آن در بحران و تنش به سر میبرد گروه های مختلف شورشی مناطقی را تحت کنترل خود دارند و دولت آن نیز بر اوضاع داخلی مسلط نیست در حال حاضر دو دولت و دو پارلمان مجزا در حال اداره مناطقی هستند که در کنترل دارند جامعه جهانی و سازمان ملل متحد بارها از گروه های مسلح آن کشور خواسته است تا به نبردها خاتمه داده و یک دولت ملی تشکیل دهند نمایندگانی از گروه های رقیب در نشستی در تونس در روز 29 دی ماه اعلام کردند که با تشکیل یک دولت وحدت ملی موافق هستند. قدرت های جهانی خواستار عملی شدن این وعده شدند. در خبری دیگر از آمریکا روز پنجشنبه هشت بهمن ماه مناظره نامزدهای حزب جمهوریخواه آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری در سال 2016 بدون حضور دونالد ترامپ برگزار شد. در این مناظره ای که شبکه فاکس و شرکت گوگل برپا کردند، سناتور ران پال، کریس کریستی فرماندار نیوجرسی، دکتر بن کارسون، سناتور ایالات تگزاس تد کروز، سناتور مارکو روبیو فرماندار پیشین فلوریدا، جب بوش و جان کاسیک فرماندار اوهایو شرکت کردند. آقای ترامپ درباره علت حضور نیافتنش گفت شبکه فاکس تنها تا چند دقیقه پیش از آغاز مناظره نامزدهای جمهوری خواه تلاش کرده او را به حضور در آن تشویق کند وی گفته آنها عاشق حضور من در مناظره اند این در حالی است که شبکه فاکس بیانیه‌ای منتشر کرده و گفته است این میلیاردر آمریکایی خواستار پرداخت 5 میلیون دلار به عنوان هدیه در عوض حضورش در مناظره شده است بخشی از مناظره فاکس گوگل به موضوع توافق اتمی ایران اختصاص داشت و مجری از شرکت کنندگان در مورد اقدامات آنها در مورد توافق اتمی در صورت کسب مقام ریاست جمهوری پرسید. مارکو روبیو تهدید کرد که توافق را لغو خواهد کرد و دیگر کشورها هم می توانند بین تجارت با آمریکا یا ایران یکی را انتخاب کنند. این سناتور جمهوری خواه گفت رهبر جمهوری اسلامی یک شیعه رادیکال است که نگاهی آخر و زمانی به آینده دارد وی با اشاره به نبرد علیه گروه های افراتی گفت ما هر جا که آنها باشند سراغشان می رویم و اگر زنده بگیریمشان به گوانتانامو خواهند رفت به گزارش فاکس نظرسنجی ها در ایالت آیووا نشان می دهد که رقابت اصلی برای انتخابات نهایی بین ترامپ و کروز در جریان است در حالی که مارکو روبیو نیز در جایگاه سوم قرار گرفته است بعد از ظهر روز پنجشنبه هشتم بهمن یک انفجار مهیب کاخ معاشیق مقر عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن در عدن را لرزاند به گزارش العربیه مسئولیت این انفجار را گروه داعش بر عهده گرفته است این انفجار که در فاصله 1500 متری مقر اقامت منصور هادی به وقوع پیوست، 8 کشته و 21 زخمی بر جای گذاشت. بنابر این گزارش، این انفجار برای سوء قصد به جان استاندار عدن که برای ملاقات با عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری قانونی یمن به کاخ معاشیق آمده بود، طراحی شده بود. پس از کشته شدن استاندار سابق عدن توسط حوسی ها در ماه گذشته عبدالرب منصور حادی رئیس جمهوری یمن نایف البکری را به سمت استانداری عدن تعیین کرد این در حالی است که در شهر تایز گلوله باران و پرتاب موشک کاتیوشا از جانب حوسی ها همچنان ادامه دارد جیسون رزایان خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتون پست که به تازگی از زندان اوین آزاد شده است از جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و دیگر مقامهای آمریکایی به خاطر تلاش برای آزادی او قدردانی کرد. به گزارش رویترز، آقای رضاییان که روز پنج شنبه هشت بهمن در مراسم گشایش دفتر جدید روزنامه واشنگتن پست در پایتخت آمریکا حضور یافته بود، مورد استقبال شماری از دیپلمات‌های خارجی و روزنامه‌نگاران قرار گرفت. این روزنامه نگار ایرانی آمریکایی به مدت 18 ماه به اتهام جاسوسی در ایران در زندان بود که به همراه سه ایرانی آمریکایی دیگر دو هفته پیش در جریان مبادله زندانیان بین تهران و واشنگتن آزاد شد. آقای رضاییان از کلیه مقام آمریکایی مدیران روزنامه واشنگتن پست و خانوادهاش که برای رهایی او تلاش کردند، تشکر کرده است. آقای رضاییان گفت در طول 18 ماه زندان بازجوی ایرانیم به من می گفت که واشنگتن پست دیگر وجود ندارد کسی از سرنوشتم خبردار نخواهد شد و دولت آمریکا برای آزادیم حتی انگشتش را تکان نخواهد داد آقای رضاییان گفت امروز من اینجا هستم به همراه شماری زیادی از کسانی که کمک کردند تا ثابت شود ایرانی ها از خیلی جهات در اشتباه هستند جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز در سخنرانی خود در این مراسم تاکید کرد که بازداشت شهروندان آمریکایی موضوع مهمی برای وزارت خارجه آمریکا بود و به همین جهت تلاشهای خود را برای آزادی این شهروندان متمرکز کرده بود وزیر امور خارجه آمریکا در بخش دیگری از این مراسم توضیحاتی در خصوص ساعات پایانی آزادی جیسون رضاییان و همچنین ناپدید شدن همسر و مادر وی در فرودگاه تهران ارائه کرد. آقای کری گفت روز شنبه به هنگام آزادی جیسون رضایان توسط محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران مطلع شده که یگانه صالحی و ماری رضاییان همسر و مادر جیسون رضاییان در فرودگاه ناپدید شدند وزیر امور خارجه آمریکا گفت محمد جواد ظریف از برادر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می‌خواهد در این مسئله مداخله کند که در نهایت نیمه شب یک قاضی را از خواب بیدار کرده و دستور خروج مادر و همسر جیسون رزاییان را صادر می کند. جان کری همچنین گفته است که آمریکا به تلاش های خود برای تعیین سرنوشت رابرت لوینسون یک معمور سابق پلیس فدرال آمریکا که هشت سال پیش در ایران مفقود شد ادامه می دهد. آقای رئیس جمهور ترکیه روز پنجشنبه شنبه بار دیگه درباره لزوم تغییر سیستم سیاسی در ترکیه سخن گفت. او گفته که ما باور داریم که دوره سیستم پارلمانی در کشور به اتمام رسیده و در روند ساخت ترکیه جدید به قانون اساسی جدید و نظام ریاستی نیاز داریم. این خاصه آقای ارغان البته همواره با مخالفت های از سوی احزاب سیاسی و منتقدان حزب ادالت و توسعه همراه بوده بجز حزب ادالت و توسعه که آقای ارغان از رهبران و سردمداران این حزب هست سه به بزرگ دیگه ترکیه همه مخالف این ایده آقای ارعان و تغییر سیستم سیاسی در ترکیه هستند توجیه منتقدان و مخالفان این هست که تغییر سیستم سیاسی در ترکیه منجر به افزایش قدرت مهار نشدنی ارعان خواهد شد و ترکیه به سمت یک دیکتاتوری فردی پیش خواهد رفت با این حال روز گذشته آقای ارغان در پاسخ به مخالفان و منتقدان خودش گفت که اگر من صحبت از تغییر سیستم سیاسی در ترکیه می کنم این برای میل و منافع شخصی خودم نیست بلکه هدف من ساختن آینده ترکیه است اما هم در همین ارتباط اسماعیل قهرمان رئیس پارلمان ترکیه که او هم برآمده از حزب عدالت و توسعه هست روز گذشته خبر از تشکیل کمیسیون تفاهم قانون اساسی ترکیه رو داده او گفته این کمیسیون از هفته آینده چهارم فوریه آغاز به کار میکنه و دوازده عضو خواهد داشت آقای قهرمان گفته که به این منظور ما یک سری دعوتنامه رو برای نمایندگان احزاب مخالف تهیه کردیم و برای اونها خواهیم فرستاد اما چقدر آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه آکپ در این راه شانس و بخت موفقیت داره باید گفت که اگر در انتخابات پارلمانی نوامبر گذشته حزب عدالت و توسعه میتونه 360 کرسی از 550 کرسی پارلمان ترکیه رو به دست بیاره نیازی به همراهی احزاب مخالف یا همه پرسی نداشت و بر این اساس قانون اساسی ترکیه این اجازه رو به این حزب میداد که به تنهایی دست به تغییر قانون اساسی و پیامد آن تغییر سیستم سیاسی کشور بزنه اما در قانون اساسی ترکیه قید شده که برای ایجاد تغییراتی در قانون اساسی به دو شیوه میشه عمل کرد نخست داشتن 360 کرسی پارلمان و یا روش دوم رفتن به سوی همه پرسی از طریق آرای مردم که در آن صورت برای دعوت به همه پرسی دعوت مردم به همه پرسی باز نیاز به 330 کرسی برای موافق نمایندگان پارلمان هستش واقعیت اینه که هیچ کدام از این دو شرط رو حزب دالت و توسعه نداره چرا که حزب عدالت و توسعه در شرایط کنونی تنها دارای 317 کرسی در پارلمان هست از این رو بحث تغییر یک جانبه قانون اساسی تقریبا منتفی هستش بنابراین میمونه راه دوم یعنی رجوع به آرای مردم و دعوت به همه پرسی که در آن صورت باز هم همان که اشاره کردم 13 رأی برای منظور حزب عدالت و توسعه کم خواهد داشت و نیاز هست که 13 نماینده دیگه رو با خودش در پارلمان همراه بکنه امید آقای اروان به واقع به همین راه دوم هستش به همین دلیل هم دیروز در سخنرانی خودش به طور زمینی گفت که این کار رو باید به مردم واگذار بکنیم تصمیم نهایی رو نه مجلس بلکه مردم ترکیه باید بگیرن بر روی گذشت زمان ثابت کرده که به نظر نمی رسد. آقای ارغان به این سادگی ها دست از این خواسته و آرزوی خودش برداره باید در ادامه راه دید که او تا چه اندازه میتونه مردم رو با خودش در این زمینه همراه بکنه با این توضیح که او طی این سال ها به خوبی فن همراه کردن تودای مردم با خود رو آموخته یا بلد هست به گفته سخنگوی جامعه بهایان ایران دادگاه انقلاب گرگان مرکز استان گلستان در ایران طی چند روز گذشته 24 شهروند بهایی را به اتهام عضویت در تشکیلات غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام به زندان محکوم کرده است بر اساس حکم محسن غنبری قاضی شعبه دوم دادگاه انقلاب گرگان دو نفر از متهمان به نامهای شهناز جزبانی و شیدا قدوسی هر کدام به یازده سال حبس تعذیری محکوم شدند این افراد در پاییز سال 1391 در شهرهای گرگان، گنبد و مینودشت توسط اداره اطلاعات بازداشت، بازجویی و سپس به قید وسیقه آزاد شده بودند. روند محاکمه آنان به طور جداگانه از سال 1393 آغاز و حکم آنان اخیرا به طور دست جمعی صادر شده است. سیمین فهندش سخنگوی جامعه جهانی بهایی در مقر سازمان ملل متحد در ژنو روز پنجشنبه هشتم بهمن ماه گفت این افراد فقط به خاطر بهایی بودن و عضویت در جامعه بهایی این احکام سنگین را دریافت کردند. بنابر احکام صادره فرخ تبیانیان پونه سنایی مونا امری حساری بهنام حسنی پریسا شهیدی مجد ظهوری، پریوش شجاعی تینا محبتی حنا عقیقیان شهره سمیمی بیتا هدایتی وساق سنایی و حنا کوشک باقی نیز هر یک به نه سال زندان محکوم شدند دادگاه همچنین برای روفیا پاکزادان، سودابه مهدی نژاد، میترا نوری، شیوا روحانی، هوشمند دهقان، مریم دهقان، نازی تحقیقی، کاملیا بیدلی و نوید معلم هر یک شش سال حبس در نظر گرفته است. بنابر حکم دادگاه متهمان 20 روز فرصت دارند که از حکم صادره به دادگاه تجدید نظر شکایت کنند. قانون اساسی ایران بهایان را به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت نمیشناسد. مقام های جمهوری اسلامی بارها اتهام تبعیض علیه بهاییان که از طرف سازمان ملل متحد نیز مطرح می شود را رد کردند. سخنگوی جامعه بهاییان گفته است حکم دادگاه انقلاب استان گلستان یکی از سنگین ترین احکامی می باشد که ظرف چند سال اخیر علیه بهاییان ایران صادر شده است. پنج نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا در نامه به باراک اوباما به نحوه اجرای قانون جدید محدودیت صدور ویزای این کشور و در نظر گرفتن امتیازاتی برای برخی از متقاضیان اعتراض کردند قانون جدید از اول بهمن ماه در آمریکا به اجرا درآمد روز جمعه نه بهمن کوین مکارتی رئیس فراکسیون اکثریت جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان و چهار نماینده دیگر این مجلس در نامه خود گفتند وزارت امنیت میهن آمریکا با در نظر گرفتن این امتیازات عملا به این گونه متقاضیان اجازه می دهد تا از رعایت مقررات قانون جدید معاف شوند پنج نماینده معترض در نامه خود با اشاره به این امتیازات افسودند که این معافیت ها در قانون جدید در نظر گرفته نشده نقض قرض کنگره و ناقض توافقی است که نمایندگان با دولت به آن دست یافتند وزارت خارجه آمریکا از اول بهمن ماه امسال قانون جدیدی را به اجرا گذاشت که به موجب آن شهروندان 38 کشور اروپایی که تا آن زمان از گرفتن ویزا برای ورود به آمریکا برای مدت 90 روز معاف بودند اکنون موظفند پیش از سفر تقاضای صدور ویزا کنند این قانون شامل آن دسته از شهروندان اروپایی می شود که از بعد از اول مارس 2011 به سوریه، عراق، ایران و سودان سفر کرده باشند شهروندان این چهار کشور که تابعیت دوگانه دارند هم باید برای سفر با آمریکا درخواست صدور ویزا کنند قانون جدید در پی حملات آبان ماه گذشته در پاریس و حمله مسلحانه در آذر ماه به یک مرکز بهزیستی در سنت برناردینو در کالیفرنیا به تصویب کنگره و سپس امضای باراک اوباما رسید. مسئولیت آن دو حمله را گروه حکومت اسلامی یا داعش بر عهده گرفت هدف از اجرای قانون جدید جلوگیری از ورود شهروندان این 38 کشور یا با تابعیت دوگانه به آمریکا بدون بررسی سابقه آنها اعلام شده است اما در پی به اجرا درآمدن این قانون شماری از کشورها و سازمانهای حقوق بشری به آن اعتراض کردند از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران این قانون را نقض برجام یا توافق هسته‌ای وین خواند پس از آن جانکری وزیر خارجه آمریکا در نامه‌ای با آقای ظریف قول داد که قانون جدید به شکلی اجرا خواهد شد که هیچ مانعی برای منافع اقتصادی مشروع ایران ایجاد نکند وزارت خارجه آمریکا سپس اعلام کرد که امتیازاتی را برای برخی از متقاضیان در نظر گرفته است و روند صدور ویزا برای مقامهای دولتی یا سفرهای بشردوستانه خبرنگاری یا اهداف مشروع تجاری تسریح خواهد شد به گزارش خبرگزاری رویترز اکنون پنج نماینده معترض به این معافیت ها در نامه خود به دولت باراک اوباما گفتند که وزارت امنیت میهن موظف است هر ماه جزئیات تقاضای ویزا مشخصات دقیق متقاضیان ملیت آنها و دلایلی را که وزارت خارجه آمریکا روند دریافت ویزا برای این گونه مسافران را تصریح کرده به کنگره اطلاع دهد